بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين و علی اصحاب الحسین. عرض سلام دارم خدمت تمام عزیزانی که شنونده این جلسه خواهند بود و همینطور آقای دکتر کدیور که قبول زحمت کردن که انشالله این جلسه رو هم در خدمتشون باشیم، و همینطور عرض تسلیت به مناسبت ایام محرم که الان روز ششمش رو هستیم. در امروز 24 مرداد سال 1400 هجری شمسی، ششم محرم سال 1443 هجری قمری و 15 آگوست سال 2021 میلادی، از سلسله جلسات زندگی مؤمنانه جلسه سوم با عنوان هسته سخت اسلام در خدمت آقای دکتر کدیور هستیم. انشالله سخنان ایشون رو خواهیم شنید و در انتها با پرسش و پاسخ در خدمت عزیزان خواهیم بود. من بیش از این اطاله کلام نمی کنم و در خدمت آقای دکتر کدیور هستم. آقای دکتر بفرمایید. خواهش میکنم. ضمن تشکر از شما و دوستان محترم سلام عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خب همونطور که اشاره کردند، عنوان بحث امروز هسته سخت اسلام زندگی مؤمنانه جلسه سوم است. بدون هیچ مقدمه وارد اصل مطلب میشم برای استفاده بیشتر از وقت. ایمان به خدا، آخرت و پیامبری محمد صلوات الله علیه ارکان زندگی مؤمنانه در اسلام است. این را همه میدانیم و حرف تازه ای نیست. با این همه زندگی مؤمنانه را لمس نمی کنیم و اثری از باور یا عدم باور به ارکان یاد شده را در زندگی ما نمی یابیم. افکار متجددانه، روشنفکرانه و سکولار به سمتی می روند که اولا مرزهای خدا باوری و خدا ناباوری، ثانیا مسلمانی و غیر مسلمانی، ثالثا تشیع و دیگر مذاهب اسلامی در نوردیده می شوند. پنداشته می شود که حقوق بشر که متعلق است به انسان از آن حیث که انسان است و دموکراسی و حقوق شهروندی که متعلق به همه شهروندان یک سرزمین است، بدون کمترین امتیازی برای پیروان یک دین و مذهب خاص، باید به عرصه ایمان و آخرت هم سرایت داده شود. حق بی ایمانی و ناحق بودن حتی در آخرت و دفاع از تساوی جایگاه خدا باوران و خدا ناباوران در قیامت. در چنین فضای وهم‌آلودی از لزوم مدارای دینی، کثرت‌گرایی دینی نتیجه گرفته می شود. نکته اصلی مباحث زندگی مؤمنانه این است که حقوق بشر و دموکراسی و حقوق شهروندی جای ضرورت ایمان و تدین را نمی گیرد. در این مباحث بحث متمرکز در اسلام است و مخاطب آن مسلمانان می باشند. اولین پرسشی که مطرح می شود این است که مراد از اسلام چیست که محصول رعایت آن زندگی مؤمنانه است؟ ضرورت بحث از این مسئله از این روست که تلاش هایی به چشم می خورد که در مقام بی‌معنا کردن هسته سخت اسلام، آن هم به نام اسلام، البته در جامعه روشنفکرانه و متجددانه هستند. در این جلسه قرار است به پرسش‌های پاسخ داده شود که در اعلان جلسه منتشر شده است. به همان ترتیب بحث را پیش می‌برم. بحث امروز شامل 6 مطلب و 1 خاتمه است.
خب عناوین این شش تا بحث عبارت است از چیستی هسته سخت اسلام، وجود حقیقی آن، امکان شناختش، شرایط شناخت صحیح هسته سخت اسلام، فایده شناخت آن و نحوه تأثیرش در زندگی مؤمنانه و آشنای اجمالی با اجزای هسته سخت اسلام و خاتمه هم بحث کوتاهی است به مناسبت ایامی که در آن هستیم. اما مطلب اول، چیستی هسته سخت اسلام؟ پرسش اصلی این مطلب این است، هسته سخت اسلام یعنی چه و با اسلام چه نسبتی دارد؟ هسته سخت یا هاردکور از دو جزء تشکیل شده است، هسته و سخت. معنی این دو جزء واضح است، نیازی به تعریف ندارند. هسته به معنی دانه سفت داخل میوه ها، اصل و منشأ و قسمت مرکزی هر چیزی است. سخت در مقابل نرم به معنای محکم و استوار است. هسته سخت اجزای اساسی و بنیادی هر چیزی است که با انتفاع آن اجزا آن چیز منتفی می شود. به عبارت دیگر وجود شی در گروه وجود هسته سخت آن است. تعبیر دیگر هسته سخت ذاتی است در مقابل عرضی. ذاتی از شی جدا شدنی نیست، اما عرضی امکان جدا شدن از شی را دارد. در مورد ادیان در زبان سنتی تعبیر ضروری نزدیک به هسته سخت است. ضروری دین امری است که عدم باور به آن یا انکار آگاهانه و عمدی آن یا عدم انجام آن با شرایطی باعث خروج از دین می شود. استفاده از واژه ضروری در استعمال سنتی بار فقهی سنگینی دارد و بیشتر به داوری برای دینداری یا بیدینی دیگران مربوط می شود. در مورد اسلام سه اصطلاح ضروری دین، ضروری مذهب و ضروری فقه بحث‌های درازدامنی را در کلام و فقه باعث شده است. هسته سخت اسلام از یک سو از اصطلاح ضروری امروزی تر و برای انسان معاصر قابل فهم تر است، چرا که در دیگر امور کاربرد دارد. هسته سخت را به کار می‌برند، فقط مربوط به دین و اسلام نیست. از سوی دیگر از اصطلاح ضروری دقیق تر است، چرا که به شرعی که خواهد آمد اخص و کوچکتر از آن است. در هر حال هسته سخت اسلام تا کنون تبدیل به اصطلاح نشده است، لذا میتوان با آن با آسانی بیشتری سخن گفت، بحثی راحت‌تر و پرفایده تر. به علاوه در سلسله مباحث زندگی مؤمنانه بس به ما کاری به دینداری دیگران نداریم. مقصود اصلی دینداری خودمان است. شناخت هسته سخت اسلام به ما کمک می کند که مؤمنانه تر زندگی کنیم به شرحی که خواهد آمد. اما اینکه هسته سخت اسلام چه نسبتی با اسلام دارد، اجمالا از توضیحات قبلی مشخص شد که نسبت هسته سخت اسلام با اسلام عموم خصوص مطلق است. به زبان ساده یک دایره کوچک داخل یک دایره بزرگتر. اخص مطلق هسته سخت است، اون دایره کوچکتر، و عم مطلق اون دایره بزرگتر اسلام است. هر جزء هسته سخت اسلام اسلام هست، اما هر جزء اسلام لزوماً جزء هسته سخت اسلام نیست. خب این مطلب اول بود، بسیار کوتاه. مطلب دوم هم کوتاه هست، وجود حقیقی هسته سخت اسلام. پرسش اصلی این مطلب این است، آیا چنین هسته سختی اصلا وجود دارد یا ساخت و پرداخته ذهن ماست؟ مراد از وجود حقیقی مقابل توهم و خیال بافی است. کلن امور غیر مادی وجود اعتباری نفس الامری دارند، به معنای انتزاع از امر حقیقی خارجی. حتی امور قراردادی عقلایی هم بهره از حقیقت دارند، اما امور قراردادی صرف که کاملا دلخواهی و سلیقه‌ای هستند حقیقی محسوب نمی شوند. این پرسش به دو پرسش خرد تجزیه می شود، یکی خود اسلام که آیا وجود حقیقی دارد یا ندارد، و دیگری هسته سخت آن که باز وجود حقیقی دارد یا ندارد. الف، اگر کسی منشأ الهی دین اسلام را انکار کند و آن را ساخت و پرداخته شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خاصی بداند، یا
احیانا آن را ساخته و پرداخته فردی که خود را پیامبر خدا معرفی کرده و به دروغ آنچه را تولید خودش بوده پیام الهی معرفی کرده، دیگر این پرسش در بد و نظر موضوعیت ندارد. در حقیقت پرسش از وجود حقیقی اسلام به مثابه دین الهی است. یعنی آیا اسلام به مثابه دین الهی هستی سختی دارد یا ندارد؟ کسی که منکر وجود خداوند یا منکر الهی بودن اسلام به معنای خاص آن است، به این پرسش پاسخ منفی می دهد. مراد از الهی بودن به معنی خاص امری زائد بر انتساب عمومی همه مخلوقات به خداوند است. خداوند برای مؤمنان علت العلل همه موجودات دیگر جهان است و مستقیم یا غیر مستقیم آنها را ایجاد کرده است. چیزی در جهان وجود ندارد که نشانه خداوند یا آیت الله نباشد. همه ما آیت الله هستیم. به این معنا حتی همین درس گفتار هم الهی است، چرا که خدا گویندهش را که من باشم خلق کرد، خلق و تعلیف کرده است. پس این منتی بر سر اسلام یا قرآن نیست که به این معنا اون را الهی بدانیم. اما الهی به معنای خاص یعنی خدا فردی به نام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم را به پیامبری خود مبعوث کرده باشد، وحی خود را به عنوان کلام الله بر قلب او نازل کرده باشد. وقتی میگیم اسلام دین الهی منظورمون اینه. ب. پرسش از وجود حقیقی اسلام دین الهی برای مسلمانان معنی دار است، اما کسی که اسلام را دین الهی نمیداند، بالاخره به یک رخداد تاریخی که منجر به ایجاد یک فرهنگ و تمدن بزرگ جهانی شده را نمیتواند انکار کند. انکار این پرسش به نحو نمیتواند انکار کند. لذا این پرسش به نحو دیگری برایش مطرح می شود. این امر تاریخی غیر قابل انکار با هر منشأی حد و مرزش کجاست؟ اجزاء مقومش کدام است؟ برای چنین فردی هم پرسش از وجود هستی سخت اسلام به نحوی موضوعیت پیدا می کند. به یکی از این دو شکل، مسلمانان کدام یک از اجزای دینشان را هستی سخت می دانند؟ یا این پدیده تاریخی در بستر زمان چیزی به نام هستی سخت اسلام را از خود بروز داده است یا نه؟ برای مسلمانان که خب این جلسه برای اونها تشکیل شده، اولا اسلام با منشأ الهی وجود حقیقی دارد. ثانیا هستی سخت آن هم وهمی و خیال بافی نیست و وجود حقیقی دارد. به معنای دقیق تر، مسلمانان معتقدند خدا و پیامبرش این هستی سخت را به مسلمانان معرفی کردند و استنباط یا استخراج آن را به عهده عالمان اسلام یا مسلمانان عادی وا نگذاشتند، بلکه نشانه‌های روشنی در اختیارشان گذاشتند که با توجه به آنها هستی سخت اسلام به سادگی شناخته می‌شوند. در هر حال در این بحث مشخص شد که اسلام و هستی سخت آن از منظر یک مسلمان وجود حقیقی دارد و وهمی، خیال بافانه، سلیقه‌ای، دل بخواهی و مشخصا قراردادی نیست، وجود حقیقی دارد. خب اینم بحث دوم. اما مطلب سوم، عنوانش هست، اینم کوتاه هست، امکان شناخت هسته اسلام. پرسش اصلی این مطلب این است، اگر هسته سخت وجود داشته باشد اصلا قابل شناختن هست یا فهم هر کسی و حداقل هر مسلمانی از آن بدون هیچ پیش شرطی اسلام است؟ ما بحثمون از این شروع کردیم که اصلا اسلام یعنی چی، چون برخی جاها بالاخره اختلاف نظره. در بحث قبل مشخص شد که هستی سخت اسلام برای غیر مسلمانان به یکی از دو معنا، یعنی باور مسلمانان یا پدیده تاریخی، میتواند معنی دار باشد. برای مسلمانان هم به معنای تعیین الهی آن بود. اکنون پرسش به امکان شناخت این هسته سخت برمیگردد. مانند بحث قبلی پرسش به امکان شناخت اسلام باز میگردد. این پرسش نیاز به توضیح بیشتری دارد. برای غیر مسلمان بحث امکان شناخت اسلام برمیگردد به امکان شناخت هر پدیده تاریخی دیگر. با توجه به مدارک به جا مانده
از قرون گذشته بر اساس روش تحلیل تاریخی یا روش تحلیل انتقادی این مدارک بررسی می شوند و نیز بر مبنای جامعه شناختی تاریخی تلقی مسلمانان تحلیل انتقادی می شوند. به نظر می رسد در پرسش از امکان شناخت هسته سخت اسلام تنها راه دوم یعنی جامعه شناسی تاریخی تلقی مسلمانان برای غیر مسلمان کاربرد دارد. اما برای مسلمانان اولا خود اسلام قابل شناخت است به این معنا که می توان مستقیما به متن کلام الهی یعنی قرآن دست یافت و به سنت معتبر پیامبر دسترسی پیدا کرد و آن را شناخت. البته در مورد مصادیق سنت معتبر پیامبر بحث هایی است، اما موارد اتفاقی هم در آن کم نیست که همه مسلمانان از سنی و شیعه باور دارند. در مورد هسته سخت اسلام بعد از توضیح وجودش امکان شناخت آن محرز است. مراجعه به کتاب خدا و سنت معتبر رسول خدا. مناقشات اخیر برخی مسلمانان متجدد در مورد امکان چنین شناختی به شرایط شناخت برمیگردد و الا ایشان هم در اصل امکان شناخت مناقشه ندارند، به تفصیلی که در بحث بعدی اشاره میکنم. اما مطلب چهارم، این مطلب طولانی تر از مطالب قبلی است. شرایط شناخت صحیح هسته سخت اسلام. توجه بفرمایید اینجا بحث در مورد شرایط شناخت صحیح، نه شرایط شناخت. پرسش اصلی این مطلب این است: اگر شناخت هسته سخت اسلام شرایطی دارد، آن شرایط چیست؟ می توان گفت این پرسش مهمترین پرسش این جلسه است. از منظر تاریخی شناخت هسته اسلام به شناخت روایت مسلمانان از این امر بازگشت. مسلمانان چی گفتند در مورد هسته سخت دینشون؟ این روایت تاریخی می تواند به گزارش تلقی عالمان مسلمان در رشته های مختلف و یا گزارش اسلام زیسته یا تلقی عمومی مسلمانان برگردد. در گزارش تاریخی یا جامعه شناسی تاریخی داوری درباره درست یا نادرست بودن انجام نمی شود و به این اکتفا می گردد که مسلمانان یا عالمان مسلمان چنین گفتند یا چنان کردند. تمایز درست از نادرست کار آنها نیست، کار متعله یا عالم یا متخصص اسلام است، نه کار مورخ یا جامعه شناس. مورخ یا جامعه شناس تنها می تواند بگوید حقیقتاً واقعاً بر اساس مدارک موجود عالمان مسلمان چنین گفتند یا توده مسلمان چنان کردند. حالا این که چنین گفتند درست بوده یا چنان کردند درست بوده ربطی به او ندارد، این را دیگر عالمان باید بگویند. پدیدارشناسی هم کاری به درستی یا نادرستی پدیدارها ندارد. لذا اگر کسی گفت مورخانه یا جامعه شناسانه یا پدیدار شناسانه به اسلام می نگرد، هیچ مشکلی نیست. البته اگر از منظرهای سگانه ادعایی درباره درستی یا نادرستی گزاره‌ای درباره اسلام کرد، پذیرفتنی نیست و قابل مناقشه خواهد بود. بخش اول این بحث. برخی دیدگاه های مسلمانان متجدد این گونه تبلیغ می کنند که اسلام شناسی یا شناخت اسلام معادل یکی از مناظر سگانه نگرش تاریخی، نگرش جامعه شناختی یا نگرش پدیدار شناختی است و در نتیجه فهم هر مسلمانی معادل اسلام است. جمله بسیار مهمی است، توی گیومه هم نقل میکنم. هر کسی هر جور اسلام رو درک کرد، اسلام همان است و هیچ شرطی برای شناخت اسلام و مشخصاً هسته سخت اسلام وجود ندارد. در نتیجه بحث از شناخت صحیح اینها هم دیگه مطرح نیست. همشون اسلام است. همه مسلمانان نظر خود را اعلام می کنند و اسلام یا هسته سخت اسلام در یک گفتمان عمومی آزادانه معلوم می شود. به نظر این مسلمانان متجدد اگر شرطی گذاشته شود و مثلا تخصص در برخی یا همه علوم اسلامی شرط شود، این شرط به انحصار طلبی روحانیون منجر می شود که تالیفاست های آن
در حکومت آبای کلیسا در غرب و در نیز و نیز در میان مسلمانان شبیه وضعیت فعلی ایران نگفته پیداست. بنابراین برای رهایی از چنین مفاسد عملی و نظری نفی هر شرطی ضروری است. دلیل دومی که این رویکرد میتواند داشته باشد این است که شما چه کار دارید که چه کسی درباره اسلام اظهار نظر کرده است، متخصص است یا نیست. به گفته و دستاوردش بنگرید، به ادلهش نگاه کنید. اگر دلیلش محکم است بپذیرید، اگر نیست رد کنید. میگویند این میتونه، حالا کسی نگفته، من یکی یکی ذکر میکنم به جای اونها، میگویند نحنو ابناء الدلیل نمیل و حیث و یمیل، ما فرزندان دلیل هستیم، هر جا دلیل برود ما دنبال سرش هستیم. یا به این سخن منصوب به امام علی علیه السلام استناد می شود، انظر الى ما قال لا تنظر الى من قال. این سخن در قرر الحکم است نه در نهج البلاغه. یعنی به گفته بنگر نه به گوینده چه کار داری. یا اصلا به این آیه قرآن در سوره زمر آیه 17 و 18، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بندگان مرا بشارت همان کسان که سخنان را میشنوند و از نیکوترین آنها پیروی میکنند. خب مخاطب آیه همه مسلمانان بلکه همه موحدان هستند که بهترین سخنها را انتخاب میکنند، نه صرفا علمای اسلام، فقها و روحانیون. در نتیجه این گفته، این رویکرد میگوید هیچ شرطی برای شناخت اصل هسته سخت اسلام وجود ندارد، نه شرطی برای قول، نه شرطی برای قائل. مراد از شرط نخست یعنی شرط قول عدم لزوم سازگاری با کتاب و سنت است. این چیه که شما تا ما میام این حرف متجددانه و روشن فکران میزنیم بلافاصله میگوید آقا سند تو کتاب و سنت چیه؟ با کتاب و سنت سازگار است یا سازگار؟ نه خیر، همچون شرطی لازم نیست. مراد از شرط دومم عدم لزوم تخصص قائل است. این چیه که تو میگید تا ما میام حرف بزنیم میگه آقا تو اصلا تسلطی به کتاب و سنت، به فقه و کلام و نمیدونم فلسفه و تفسیر و حدیث و فلان داری؟ دهن ما رو میبندن. خب این میشه گفت که تبیین و تقریر و گزارش رویکرد نوعی از بخشی از متجددان مسلمان. حالا پاسخ من، اگر مراد از عدم لزوم شرط شناخت هسته سخت اسلام آزادی بیان و اظهار نظر بدون هر نوع پیگرد قانونی باشد، سخنی کاملا موجه و قابل دفاع است. به این معنا که هر کسی، اعم از خدا باور و خدا ناباور، مسلمان و غیر مسلمان، متخصص علوم اسلامی و غیر متخصص، حوزوی و دانشگاهی، حتی فاقد هر گونه تحصیلات کلاسیک، اصلا سواد خوندن نوشتن هم نداره، میخواد در مورد اسلام حرف بزنه، مؤمن و مکلا، روحانی و غیر روحانی، همه، زن و مرد، بزرگ و کوچک، همه بدون هیچ استثنایی، اینها مجاز هستند در این زمینه و هر زمینه دیگری از امور اسلامی بدون هر گونه محدودیت و خط قرمزی اظهار نظر کنند. و احدی حق ندارد به هر بهانه ای ولو با وضع قانون مانع اظهار نظر آنان شود. من دارم نظر خودم رو بیان میکنم. هیچ دلیل شرعی بر جواز منع اظهار نظر افراد در امور دینی وجود ندارد. هر چه میخواهد دل تنگت بگو، هیچ شرطی لازم نیست. البته جواز اظهار نظر هیچ تلازمی با صحت آن ندارد و بس در شرایط شناخت صحیح هسته سخت اسلام به جای خود باقی است. یعنی شما میتونه حرفتو بزنی، اما این که یه حرف درسته یا نادرسته اول کلام است، جای بحث و سوال داره. مراد از شرایط شناخت صحیح هسته اسلام، سخت اسلام، شرایط علمی است نه شرایط حقوقی. بحث آزادی بیان بحث از شرایط حقوقی است. بحث من در شرایط علمی است، یعنی چی صحیحه چی صحیح نیست، نه که کی آزاد و کی آزاد نیست، همه آزادن حرف بزنن. شرایط حقوقی ضامن آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق پایه همه انسان هاست، اما شرایط علمی به معنای موازی نیست که در صورت رعایت
ضامن کاهش خطاست. ما عمرمون محدوده، همه حرفا رو هم انصافا نمیتونیم بریم بخونیم و بشنویم. چه حرفایی رو بشنویم، بخوانیم، انتخاب کنیم که ضریب خطاش کمتر باشه؟ دقیقا یه کار عقلایی میخوام خردمندانه انجام بدیم. شرط تخصص در علوم اسلامی شرطی عقلایی است که در کلیه رشته های علوم به دقت رعایت میشود. با اینکه به لحاظ حقوقی همگان آزادند مثلا در فیزیک یا اقتصاد اظهار نظر کنند و هیچ منع قانونی ندارد، اما برای تصمیماتی که به این رشته ها مربوط است و به کل جامعه ارتباط پیدا می کند، همواره شرط تخصص رعایت می شود و این از بدیهیات است، نیازی به استدلال ندارد. اگر در هر رشته اظهار نظر غیر متخصص باعث زیان یا آسیب جانی یا مالی افراد شود، قابل پیگرد قانونی است. کافی یه پلی یه جای خراب بشه، بلافاصله میرن سراغ سازندش، مهندس یخش رو میگیرن که آیا تو این کار رو بر اساس موازین علم خود درست انجام دادی یا ندادی. مشخصا این کار جرم است، یعنی وقتی به زیان و ضرر منجر میشود و مجازات دارند. این امر در رشته‌های مانند پزشکی و مهندسی به دقت رعایت می شود. تفاوت علوم دینی با دیگر علوم چیست؟ که در علوم دینی تخصص، در علوم غیر دینی تخصص شرط است، اما در علوم دینی شرط نیست. برای کسانی که باوری به متافیزیک، غیب، خدا و آخرت ندارند، دین با خرافات هیچ فرقی ندارد و لذا تخصص در علوم دینی با رمالی در یک ردیف گذاشته می شود. اما برای معتقدان به متافیزیک، غیب، خدا و آخرت که امر دین یک واقعیت طراز اول مرتبط با سعادت اخروی است، تشخیص صحیح دین یا هسته سخت آن نهایت اهمیت دارد و در جزئیات اختلافی شناخت هسته سخت دین دانش تخصص و دانش تخصصی آن اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. تمسک به عموماتی از قبیل نحن ابناء الدلیل نمیل و حیث و یمیل یا انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال یا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه نمیتوانند نافی تخصیص دینی باشند، نافی تخصص دینی باشند، چرا که اولی اهمیت دلیل را میرساند. نحن ابناء الدلیل، اینکه دلیلی دلالت دارد یا نه و محدودیت و کاستی های آن دلیل چیست بدون تخصص و اطلاع تفصیلی در علوم اسلامی قابل کشف نیست. نظر به قول لا تنظر الی من قال انظر الی ما قال، نظر به قول و نه به قائل، بیشک خطاب به کسی است که اهلیت تشخیص صحیح از سقیم را داشته باشد، یعنی متخصص. با افراد کم اطلاع یا بی اطلاع عملا همگی مقلد هستند و مبنای انتخابشان قائل است نه قول، تا با هم تعارف نکنیم. تو همه رشته اینجوری است، چرا که در غالب موارد توان تشخیص درست از نادرست خصوصا در مسائل دقیق و باریک را شخصا ندارم. آیه شریفه فبشر عباد بیان یک تکلیف عمومی است، گزینش احسن، اما آیا چنین گزیرش خردمندانه ای نیاز به علم کافی برای شناخت اقوال حسن و انتخاب احسن ندارد؟ پاسخ قطعا مثبت است. واضح شد که با تحلیل مفاد همین سه گزاره دینی هم رجوع به متخصص غیر قابل انکار است. اما از زاویه دیگر، رجوع به متخصص در امور روزمره روش خردمندان و به زبان دینی سیره عقلاست. این بزرگترین دلیل شرط تخصص در علوم دینی در شناخت صحیح هسته سخت اسلام است. کسانی که دنبال نصوص دینی هستند و صرفاً به سیره عقلا اکتفا نمی کنند، خوب است به این چند آیه قرآن توجه ویژه مبذول کنند. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوره نحل آیه 43، سوره انبیاء آیه 7. اگر نمیدانید از آگاهان بپرسید. یا قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب، سوره زمر آیه 9. بگو آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند یکسانند؟ تنها خردمندان متذکر میشوند.
یا و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. آیه 122 سوره توبه. شایسته نیست مؤمنان همگی به سوی میدان جهاد کوچ کنند؟ چرا از هر گروهی از آنان طایفه‌ای کوچ نمی کنند و طایفه‌ای در مدینه بمانند تا در دین آگاهی یابند و به هنگام بازگشت به سوی قوم خود آنها را بیم دهند؟ شاید از مخالفت فرمان پروردگار بترسند و خودداری کنند. کلیه این آیات تأیید حکم لزوم مراجعه به دانشمند و مطلع و متخصص است. در آیه نخست افراد غیر مطلع را تشویق می کند که به افراد مطلع و دانشمند مراجعه کنند و مشکل علمیشان را بپرسند. در آیه دوم خردمندان را متذکر می شود که آگاه و ناآگاه با هم مساوی نیستند. در آیه سوم مؤمنان را تشویق می کند که به جای اینکه همگی به جهاد بروند، گروهی به تفقه که همان فهم دقیق دین است بپردازند تا توان راهنمایی دیگران را داشته باشند. نه حکمت قرآنی منحصر در فلسفه مصطلح است، نه فقه و تفقه قرآنی به معنای فقه مصطلح. لزوم مراد از آنها به ترتیب علم محکم و فهم دقیق است و هر دو تعبیر دیگری از تخصص در امر دین می باشد. لزوم تخصص در امر دین در روایات بسیار فراوان آمده که به دلیل ضیق وقت از بیان آنها می گذرم. واضح است که تخصص در علوم از جمله علوم دینی طریقیت دارد نه موضوعیت. یعنی قرار است ما به حقیقت اسلام، با آنچه که خدا و پیامبرش فرمودند برسیم، اما خودش موضوعیت ندارد. دلیل عقلای دیگر کاهش شدید ضریب خطا و بالا رفتن سطح علمی فرد است. یعنی هرچه فرد دانشمندتر و متخصصتر، احتمال خطایش در فهم دین یا فهم هسته سخت دین کمتر است. با این همه این به معنی عصمت و منتفی بودن خطای متخصص نیست. تا ما بشریم، تا انسان است، احتمال خطایمان منتفی نیست. همیشه یادمان باشد ما خدا نیستیم. ضمناً هرچه مسئله حساس‌تر باشد نیاز به تخصص بیشتر می شود. در یک بیماری ساده به پزشک عمومی مراجعه می کنیم. تا نوبت به جراحی برسد سراغ پزشک متخصص می رویم، ویزیت بیشتری می دهیم. اگر احتمال خطر بالا رفت، مثلا خدای ناکرده جراحی مغز یا جراحی قلب پیش آمد، سراغ حاذق‌ترین متخصص فن می رویم. شناخت صحیح در هسته سخت اسلام چیزی از قبیل قلب یا مغز در بدن آدمی است. در جزئیات و چنین مباحثی بدون تردید شرط لازم و البته نه شرط کافی شناخت صحیح تخصص در علوم اسلامی است. اما مراد از تخصص در علوم اسلامی چیست؟ آیا مراد روحانی بودن، فقیه مصطلح بودن یا دانش آموخته حوزه های علمی بودن است؟ پاسخ منفی است. مراد از چنین تخصصی برای انسان های عادی، مراد از نوابغ نیستند که مکتب نرفته به کمالات میرسند. تحصیل کلاسیک زیر نظر اساتید مسلم و شناخته شده این علوم در حوزه های علمیه یا دانشگاه هاست که منجر به بالاترین اخذ بالاترین مدرک تخصصی در یکی از رشته های علوم اسلامی می شود، اما از اجتهاد یا دکتری یا فوق دکتری که نشانه های متعارف آکادمیکی از قبیل تقریر درس استاد یا تدوین رساله دکتری و دفاع از آنها قابل شناسایی است. به شکل متعارف کسانی که به جای تحصیل کلاسیک مطالعه خودخوان کردند، استاد ندیدند، از رساله اجتهادی یا رساله دکتری دفاع نکردند، متخصصان قابل اعتمادی محسوب نمی شوند. البته هر گردی گردو نیست، هر مدرکی هم دال بر دانش نیست. در ایران پس از انقلاب متاسفانه بسیاری از مدارک دانشگاهی از اعتبار لازم برخوردار نیستند. ما همه چیز را مبتذل کردیم. مراد از اطلاع و دانش واقعی با نشانه‌های قابل اعتماد است، نه هر مدرکی. یعنی طریقیت داشته باشند. اگر مدرکی طریقیت به سواد ندارد میره کنار. اما نسبت به سوء استفاده کردن از شرط تخصص در علوم دینی
باید به شدت حساس بود و از اینکه از آن نردبانی برای مناسب سیاسی، اقتصادی، اجتماعی یا حربه‌ای برای محدود کردن آزادی بیان مردم شود باید به شدت اجتناب کرد. و این با جدایی نهاد دین از دولت که با جدایی دین از سیاست فرق می کند و نفی هر گونه امتیاز ویژه برای روحانیون و منصوبان به دین در عرصه عمومی ممکن است. متاسفانه این سوء استفاده ها در قالب ارباب ادیان سابقه داشته و حساسیت نسبت به آن کاملا موجه است و من از چنین حساسیتی دفاع می کنم. اما از آن سوی بام هم نباید افتاد و امر حقی مثل لزوم تخصص در امور در دین در امور مهمی که به بحث دقیق در امور دینی مرتبط است را نباید انکار کرد. حد وسط و طریق اعتدال این است که در عین به رسمیت شناختن لزوم تحصیل کلاسیک و تخصص برای شناخت صحیح هسته سخت دین از هر گونه سوء استفاده ارباب دین در امور اجتماعی و سیاسی اقتصادی خصوصاً در امر محدود کردن آزادی بیان مردم در امور دینی با وضع قانون جلوگیری کرد. اما شرط دوم در شناخت هسته در شناخت صحیح هسته سخت اسلام شرط محتوایی است و آن سازگاری با کتاب و سنت معتبر است. لذا تخصص شرط لازم اما غیر کافی بود. سازگاری با کتاب و سنت معتبر شرط کافی است، یعنی لازم است بر این که چیزی هسته سخت دین است از کتاب و سنت معتبر استدلال شود. غالبا و در امور دقیق و جزئی چنین کاری جز از متخصص در علوم دینی بر نمی آید. در این حال هر کسی آزاد است در این امور اظهار نظر کند، نقد یا استدلال نماید. درباره شرط دوم با توجه به برخی مباحث مستحدثه بیشتر توضیح خواهم داد. خب خوشبختانه این مطلب طولانی چهارم به پایان رسید. دو مطلب دیگه و یک خاتمه باقی مونده. اما مطلب پنجم فایده شناخت هسته سخت اسلام و نحوه تأثیر آن در زندگی مؤمنان عنوانش است. پرسش اصلی این مطلب این است: شناخت هسته سخت اسلام چه فایده ای دارد و چه تأثیری در زندگی مؤمنانه دارد؟ این پرسش در حقیقت به دو پرسش کوچکتر تجزیه می شود. این بحث چه فایده دارد؟ پرسش اول. بحث دوم چه تأثیری در زندگی مؤمنانه دارد؟ اما در مورد اولی، مکررن در زمان بحث درباره یک امر دینی در گفتگو با دوستان دانشجو یا متخصص در یکی از علوم غیر دینی از مهندس و پزشک و غیره، اقتصاددان و جامعه شناس، این پرسش مطرح می شود که این بحث چه فایده دارد؟ یادم از تو بحث شب قدر این سال اولین سوالی بود که شما از من کردید. خب یه حرفا که میزنی چه فایده ای داره؟ فایده هم اقسامی دارد، علمی و عملی. اطلاع از هسته سخت اسلام باعث میشود که نسبت به اطلاع و صیانت این بخش از اسلام اهتمام بیشتری داشته باشیم و آنها را محور درکمان از دیگر امور دینی قرار دهیم و هر کسی چیزی به نام اسلام عرضه کرد، اولین پرسش ما این باشد که آیا در امر عرضه شده هسته سخت اسلام حفظ شده است یا نه؟ و خودمان تنها چیزهایی را به نام اسلام بپذیریم که هسته سخت اسلام محفوظ باقی میماند و با موازین آن سازگار باشد. در بحث مهم ثابت و متغیر، تفسیر و تبیین از متغیرات باید به گونه‌ای باشد که ثوابت اسلامی، خصوصاً هسته سخت اسلام، آن تفسیر از و تبیین از متغیرات را پذیرا باشد. بدون شناخت دقیق هسته سخت اسلام، اولا دینمان را درست نشناخته ایم، ثانیا در نوع اندیشه های دینی و تبیین و تفسیر متغیرات معیاری برای شناخت درست از نادرست نداریم. ثالثا نمیدانیم نسبت به حفظ کدام بخش از تعالیم اسلامی حساسیت بیشتری داشته باشیم. این فایدهش. اما پاسخ به سوال جزئی دوم، اما نحوه تأثیر آن در زندگی مؤمنانه کاملا به این سلسله مباحث مرتبط است. همین عنوان بحثمون زندگی مؤمنان است. محور زندگی مؤمنانه آنچنان که گذشت ایمان به خود، خدا، آخرت و پیامبر است. این که هسته سخت اسلام چه هست، یعنی متعلق ایمان
بر زندگی مؤمنانه تأثیر مستقیم میگذارد. زندگی مؤمنانه یعنی آنگونه زیستن که این هستی سخت در نظر و در عمل محفوظ بماند و حقیقتا محور زندگی ما باشد. یعنی محور زندگی ما هسته سخت اسلام باشد، نه یک امر حاشیه. منش و روشمان سازگار و برگرفته از این هسته سخت باشد. به دنبال ترسیم خطوط کلی مؤمنانه در دوران معاصر و دنیای مدرن هستیم. می‌خواهیم توانمندی و خلوص دینمان را توأمان حفظ کنیم و این جز با بحث عالمانه از هسته سخت اسلام محقق نمی‌شود. برای کسی اجازه دهید صریح‌تر بگویم، برای کسی که دین در زندگی او دیگر نقش اساسی بازی نمی کند و در حد نقش یک سیاهی لشکر تنزل کرده است، که متاسفانه برای برخی چنین هست، البته بحث هسته سخت اسلام اهمیتی ندارد یا بسیار کم اهمیت است، خب میتونی بحث رو گوش نکنی. این سلسله مباحث برای مخاطبانی است که این گونه نیستند و میخواهند در عین برخورداری از دانش‌های نوین در دوران مدرن مؤمنانه زندگی کنند. مطلب ششم و آخرین مطلب بحث، عنوانش هست آشنایی اجمالی با اجزای هسته سخت اسلام. یعنی این مباحثی که تالا گفتم مقدماتی بود، این بحث اصلیمون. حالا هسته سخت اسلام خودش چیه؟ این همه شما طول تفسیر دادیم، میخوای در مورد چی صحبت بکنیم؟ آخرین پرسش این قسمت، اجزای هسته سخت اسلام چیست؟ آیا همه اجزایی از جنس باور، ایمان و اعتقاد هستند یا اجزای عملی، مشخصتر اخلاقی یا فقهی هم دارد؟ این پرسشی است که قرار است پاسخ تفصیلی به آن طی چندین جلسه عرضه شود. در این مجال به فهرست این اجزا اشاره میکنم و برای هر کدام چند جمله ای را توضیح میدم. اجمالاً هسته سخت اسلام 10 جزء دارد. این که در هر جزء در چه سطحی هسته سخت اسلام محسوب می شود و در چه سطوحی جزء اجزای عمومی اسلام هست، این رو در بحث های بعدی باید بهش بپردازم. بحث ساده ای نیست. جزء اول، جزء اول هسته سخت اسلام ایمان به خداوند واحد حی قیوم عالم مطلق قادر مطلق ارحم الراحمین عادل عفو غفور است. اینا یه سری صفاتی است که من روش تأکید دارم. علت تأکیدم هم این است که تو بسیاری از این رویکردهای اسلام معاصر برخی یا بیشتر این صفات نفی شده است، نادیده گرفته شده است. تو بحث شر به راحتی میگه آقا ما اگه میخوام شر رو تبیین و توجیه بکنیم دیگه باید از علم مطلق خدا، قدرت مطلق خدا دست برداریم. یکی دیگه میاد بحث از عدالت خدا رو میگه، این رو هم لازم نداریم. اون یکی میگه نه آقای خدا خدای عبوس و وحشتناک و ترسناکی است، غفور و غفور نیست. هاکزا الاخر. خدایی که غائب و صامت نیست، شریعت صامت نیست، خداش هم لال نیست، حرف زده. اینکه کسی بیاد خدا رو بگه من بحثم الهیات غیبت است، منظور غیبت امام زمان نیست، منظور الهیات غیبت خداوند است. یا بیاد بگه بحث من در مورد من در الهیات خدای صامت میخوام صحبت بکنم، اینا حرفای فرضی و خیالی نیست. خدایی که از رگ گردن به مخلوقاتش نزدیکتر است، کس بی کسان، همدم تنهایان، فریادرس بیچارگان و در یک کلام جان جانان است. اما کلی سوال اینجا هممون داریم. چرا دعا می کنیم و گاهی مستجاب نمی شود؟ چرا گاهی در اوج مشکلاتمان به دادمان نمی رسد؟ چرا ما را با حاکمان ظالم و ستمکار تنها گذاشته است و ما را از شرشان نجات نمی دهد؟ چقدر دعا کنیم؟ چرا کرونا این همه دارد کشتار می کند؟ پس خدا کجاست؟ این تعداد خانواده هایی که هر روز، هر دقیقه، هر دو دقیقه توی ایران یک نفر داره از دنیا میره. هر خانواده می دونید چند تا هر نفر، هر فردی که از دنیا میره چند نفر از خانواده داره؟ آیا خدا را فقط در گپس، گاد آف گپس، در شکاف های جهالت آدمی باید جستجو کرد؟
یا هر جا علوم بشری پیشرفته است دیگر قلمرو خدا نیست؟ آیا قلمرو سیطره خداوند به تدریج دارد کوچک و کوچکتر می شود؟ هر جا که ما علممون نمیرسه، عقلمون نمیرسه، اونجا بگیم بریم سراغ خدا، بقیه جا که هر روزم داره گسترده تر میشه، اینا دیگه قلمرو خدا نیست؟ تلقی من از خداوند چگونه باید باشد؟ از او چه انتظاراتی باید داشته باشیم؟ چه انتظاراتی نباید داشته باشیم؟ آیا خدای اسلام خدای متشخص است یا خدای وحدت وجودی؟ کدام یک در زمره هسته سخت اسلام است؟ مراد از توحید چیست؟ میگی توحید رکن اول اسلام است، اصل اول از اصول دین است. خب مراد از توحید چیست؟ آیا همه اقسام توحید از توحید ذاتی یعنی خدا یکیست، توحید صفاتی یعنی صفاتش عین ذاتش، توحید افعالی یعنی فعلش با ذاتش یکیست، توحید عبادی یعنی یکی رو باید، فقط یک خدا رو باید پرستش کرد، اینها در زمره چهارتا در زمره هسته سخت اسلام است؟ نحوه فعالیت خداوند در جهان طبیعت چگونه است؟ با قانون الهیات چطور کنار میاد یا نقض میکند؟ نحوه فعالیت خداوند در مورد انسان چگونه است؟ بالاخره جبر یا اختیار کدامش درست است؟ هفته یه بار من این سوالا رو دارم، یعنی سوالی به نرخ شاه عباسی تو جامعه ما رایجه. ما اولین بحثی که میخوام در مورد زندگی مؤمنانه کنیم اینه که آقا با خدا چه کار باید بکنیم، خدا کیه، چه کاره هست تو زندگی ما، چه نقشی باید داشته باشه. خیلی جاش ابهام داره برام. جزء دوم هسته سخت اسلام ایمان به معاد یا قیامت است. آیا علاوه بر معاد روحانی، معاد جسمانی هم جز این هسته سخت است؟ مراد از معاد جسمانی چیست؟ بدن عنصری یعنی همین با این یافتای چیزایی که توی شیمی شناخته شده، یا بدن اسیری که حالا توضیحش بعدن میدم، یا بدنی شبیه به بدن دنیوی، یا عیناً همین بدن دنیوی، یعنی وقتی بنده مردم و خاک شدم در قیامت همین بدن اینن با تمام مشخصات که زمانم جزءشه دوباره زنده میشه، یا یه بدنی زنده میشه که هر که اونو ببینه میگه همون فلانیه، مشابه اون بدن است یا نخیر خود اون بدن است. اینا هر کدومش مشکل فلسفی دارن. آیا ثواب و عقاب اخروی نمادین است یا حقیقی؟ این آیاتی که در مورد ثواب در مورد هورال این نوشته شده، در مورد عذاب نوشته شده، تغییر مذاب امثالهم، اینها حقیقی است یا نمادین است؟ کدومش جزء هسته سخت اسلام است؟ خلود در عذاب چه نقشی در باور به معاد دارد؟ خب بالاخره یه عده‌ای قرار خالدین فیها، خالدین فی النار، اینها کیا هستن؟ این واقعیت داره؟ معناش چی هست؟ با رحمت خدا چطور سازگاره؟ شرط سعادت اخروی چیست؟ آیا اخلاقی زیستن منهای خدا باوری فرد را به جهنم می کشاند و ضد اخلاقی زیستن به علاوه خدا باوری فرد را بهشتی می کند؟ این سوالی است که فراوان از من می کند که آقا ببینید برخی از مسلمان ها، برخی از مؤمنین واقعا بی اخلاق دارن زندگی می کنن. نگاه بکنید همینه که دارن تو با زندگی ما به عنوان حکام بازی می کنن. خب اینا قرار برن بهش چون فقط مسلمونن؟ خیلی آدمای بیدین و غیر مسلمون و سکولار و فلان و بهمان هم سراغ داریم، خیلی اخلاقی دارن زندگی میکنن، اینا قرار برن جهنم؟ آیا حیات برزخی و دوران قبر جز این هسته سخت است؟ یعنی سوال جدی است. خیلی تا وقتی از میمیریم تا وقتی که محشور میشیم گاهی وقتا چند قرن طول میکشه، چه خبر میخواد بشه اونجا؟ خب تو ادبیات دینی ما هم عذاب برزخی داریم، هم ثواب برزخی داریم، عذاب شب اول قبر هم همه شنیدیم. اینا بالاخره چه موقعیتی در ادبیات دینی ما هسته سخت اسلام بازی میکنه؟ جزء سوم هسته سخت اسلام ایمان به غیب است. الذین یؤمنون بالغیب، باور به جهانی ماورای جهان مادی، جهان نادیده، ملکوت، جبروت، فرشتگان و جنود اوامر الهی، از جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل و کروبیان و نیز جایگاه جن و شیطان. حالی بحثا مطرح بشه میبینیم چقدر ما سوال داریم توی زمینه. آیا ایمان به اینها جزء هسته سخت اسلام هست یا نه؟
شیطان چه کاره است، ابلیس چه کاره است، جن چه می کند، وجود واقعی دارد یا مثلا بیا تبدیلش بکنی، تفسیر بکنی، اینا مثل میکروبن فلانن بهمانن، میدونی تفسیرام شده، اینا هیچ کدوم بحثای فرضی نیست که من دارم میگم. جزء چهارم هسته سخت اسلام نبوت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است. پیامبری به چه معنای جزء هسته سخت اسلام است؟ محمد صلوات الله علیه با چه دانش و تقوایی پیامبر خدا بوده است؟ کدام محور اصلی اسلام است؟ خدا یا محمد؟ نسبت بین اسلام و دیگر ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی در حقانیت و سعادت چیست؟ آیا یک صراط مستقیم داریم یا صراطهای مستقیم؟ آیا نسبت ادیان به یکدیگر نسبت زبان هاست که تفاوتی با هم ندارند؟ و ما بدون انتخاب خودمان به این زبان صحبت می کنیم، چون در آن خانه متولد شده این مسلمان و شیعه هستیم، پس اینها هیچ موضوعیتی ندارند. ایمان به دیگر پیامبران الهی چه جایگاهی در زندگی مؤمنانه دارند؟ چرا من باید مثلا به نوح و ابراهیم و عیسی و موسی علیه السلام ایمان داشته باشم؟ چه نقشی تو زندگی مؤمنان ایمان داره؟ آیا واقعا پیامبر اسلام به زور مردم را به اسلام آوردن و به تسلیم اجباری به آیین و قدرت دنیوی خود می‌خوانده است؟ با توجه به اینکه نخستین سیره پیامبر حدود یک قرن و نیم بعد از رحلت ایشان نوشته شده، چگونه میتوان به سیره ایشان اعتماد کرد؟ جزء پنجم هسته سخت اسلام وحی و قرآن است. این دو به کدام معنا جزء هسته سخت اسلام هستند؟ پیامبر با وحی چه نسبتی داشته است؟ شخصیت بشری پیامبر چه نقشی در قرآن، وحی و اسلام داشتند؟ قرآن کلام الله مجید است یا تألیف شخصیت بشری محمد ابن عبدالله؟ آیا قرآن تحریف شده است، مثلا آیات ولایت ائمه اهل بیت که دو برابر قرآن موجود بوده توسط دشمنان اهل بیت حذف شده است؟ میگویند روایات این مسئله متواتر است، درست است؟ آیا قرآن خوابنامه و رؤیاهای محمد ابن عبدالله است که نیاز به تعبیر و تأویل دارد؟ آیا قرآن از جنبه عشق و طرب ناقص است و لازم است با عشقنامه همچون مثنوی و طربنامه چون دیوان شمس تکمیل شود؟ قرآن باید چه نقشی را در زندگی مؤمنان ایفا کند؟ آیا قرآن کلید هر قفلی است یا تنها کلیات و موازین هدایت انسان را ارائه کرده است؟ آیا اداره سیاسی و اقتصادی و حقوقی جوامع را باید در قرآن جست یا قرآن کتاب هدایت و نور است نه چیز دیگر؟ خب میبینید خیلی ساینا مهمترین سوال است که در اطراف ما مطرح میشه. جزء ششم هسته سخت اسلام سنت معتبر پیامبر صلوات الله علیه و آله و سلم است. مراد از سنت معتبر دقیقاً چیست؟ آیا اعتبار سنت صرفاً با صحت سند سنجیده می شود؟ یا موازین دیگری هم دارد؟ این موازین چیست؟ و با روش انتقادی مدرن چه نسبتی دارند؟ آیا قرآن سنت پیامبر را به عنوان دومین منبع اسلام به رسمیت شناخته است یا نه؟ یا اسلام تک منبعی است و آن تک منبع هم قرآن است؟ حسبنا کتاب الله، اسلام قرآنی از حدود نیم قرن قبل از هند و پاکستان شروع شده به مصر رفته، الان تو ایران هم تشریف داره. تا میگیم که اسلام یعنی اسلام قرآنی، درسته؟ با توجه به اینکه نخستین جوامع روایی یک قرن و نیم بعد از وفات پیامبر تدوین شدند، آیا میتوان به منابع روایی اعتماد کرد؟ فراوان میشنویم تا میخوای روایت بکنیم که آقا من به روایت اعتقاد ندارم، فقط از قرآن بخون. مثل همه چیز تو قرآنه. جایگاه صحابه و اهل بیت در شناخت سنت پیامبر کجاست؟ صحابه از منظر اهل سنت، اهل بیت از منظر شیعه. آیا در اسلام شیعی سیره ائمه اهل بیت علیهم السلام در عرض سنت پیامبر و مستقل از ایشان موضوعیت دارد یا در طول سنت پیامبر طریق معرفی شده شناخت آن است؟ یعنی اینکه ما برای اینکه سنت پیامبر رو درست بشناسیم، اگر شیعیم باید از در خانه اهل بیت وارد بشویم. اهل سنت هم میگن باید از در خانه خلفا وارد بشویم. یا نه، در عرض سنت
رسول الله است. یعنی قرآن، اسلام سه تا منبع حداقل دارد: کتاب الله، سنت رسول الله، در عرض همون سیره ائمه اهل بیت. اینا بحث فوق العاده مهمی است. جزء هفتم هسته سخت اسلام اخلاق است. رعایت فضایلی چون راستگویی، امانتداری، عدالت، انصاف، پاکدامنی، رعایت حقوق خداوند، رعایت حقوق دیگر انسانها، رعایت حقوق حیوانات، رعایت حقوق محیط زیست. آقا اینا هم جزء کتاب و سنت ها، خیال نکنید ما از توش در آوردیم، حالا وقتی رسیدیم میخونم برای شما. دروغ مصلحت آمیز، توریه و تقیه چگونه توجیه میشود؟ اگر موازین اخلاقی از اجزای هسته سخت اسلام است، مسلمانی که اخلاق را نقض میکند چه حکمی دارد؟ مسلمان است؟ با احکام فقهی غیر اخلاقی یا احیانا ضد اخلاقی چه باید کرد؟ راه تزکیه و تهذیب نفس و تطهیر روح و تحقق تقوا در اسلام چیست؟ آیا خدای اسلام اخلاقی است؟ خب اینا هم سوال بسیار ستبلی است. جزء هشتم هسته سخت اسلام عبادات است: نماز، روزه، حج، زکات. وضعیت عباداتی که از سر اسقاط تکلیف به جا آورده می شوند چیست؟ بهتر نیست وقتی حال نماز خواندن نداریم نماز نخوانیم؟ فراوان می پرسند در زندگی مؤمنانه عبادات چگونه به جا آورده می شوند؟ آیا زندگی مؤمنانه بدون رعایت حقوق خداوند ممکن است؟ چه کنیم که عباداتمان اقامه شوند، جان داشته باشند و حقیقتا تنها عن الفحشاء والمنکر مانع ارتکاب گناه باشد؟ این جلسات تشکیل دادیم که چیزا رو یاد بگیریم، خودمون هم خودم عمل کنم هم شما. جزء نهم هسته سخت اسلام شبه مناسک یا امور توقیفی غیر عبادی است. بسته قربت نمیخواد، اما متوقف است بر آنچه که شارع خدا و پیغمبرش گفتن، لذا بهش میگم امور توقیفی، شبه مناسک، اما قصد قربت ندارد. از قبیل احکام خوردنی ها، احکام آشامیدنی ها، احکام روابط جنسی. در زندگی مؤمنانه مرد نوشیدنی و خوردنی های حلال کدام است؟ آیا تا وقتی من و تو مؤمن هستیم حق داریم لب به مشروب الکلی بزنیم یا نه؟ اینا دیگه شرط زندگی مؤمنانه است دیگه. مؤمنانه که فقط نیست بگیم ما بنده خدا هستیم و سلام، اگر حق غلطی بریم بکنیم. ایمان کدام روابط جنسی را مجاز می داند؟ جایگاه همجنسگرایی و LGBT ها کجاست؟ این بحث سختی است، باید مطرح کنیم دیگه. نظرمون رو بگیم آقا ما به عنوان مؤمن در مورد این مباحثی که در دنیای مدرن مطرح است چطور فکر میکنیم؟ جزء دهم هسته سخت اسلام سرخط برخی احکام و قواعد معاملات. معاملات مراد از معامله تعامل است، این روابط میان مردم است. از قبیل برخی قواعد حقوق مدنی و احکام خانواده. بالاخره وقتی مسلمانیم، ازدواجمون، طلاقمون، حضانت فرزندان بعد از گسستن زندگی، مسئله ارث، مسئله وصیت، نه آدابی داره. آدابش چیست؟ وجوب مشورت، حرمت ربا، نمیشه مسلمان بود و ربا خورد. حرمت استبداد و تفرعون، هیچ تردیدی ندارد که نمیشه مسلمان بود و غلط ها کرد. حرمت امارت بدون رضایت مردم، خب از چیزایی که کمتر تو منابر ما گفته شده که آقا نمیتونی بری ریاست یه جامعه داشته باشه مردم از تو بدشون بیاد. برخی قواعد حقوق تجارت، برخی احکام بشر دوستانه از قبیل رعایت حال غیر نظامیان در زمان جنگ. از زمان پیغمبر اینو جز مسلمات احکام اسلامی. میشه مسلمان بود و اینا رعایت نکرد؟ این که اجزای دهگانه در چه حد و میزانی از هسته سخت اسلام محسوب میشود در ضمن بحث تفصیلی هر کدام بررسی خواهد شد، به قید انشاءالله که عمری باقی باشه. اینها پرتش های ساده ای نیستن. میبینید بحث هسته سخت اسلام چقدر بحث مهمی میتونه باشه، به شرطی که ما اهل این مباحث باشیم. خب بحثم تموم شد. حالا با اجازتون یک چند جمله هم در عنوان خاتمه نوشتم میخوام خدمتون عرض کنم. هموطنان ایرانی و همسایگان همزبان و همدین افغانی روزهای سختی را میگذرانند.
در همین ساعتی که من با شما سخن میگویم، انصافا هر دو ملت سخت‌ترین ایام خود را می‌گذرانند. آمار دولتی تلفات روزانه کرونا در ایران از کانال 600 نفر امروز فراتر رفته است. آمار واقعی 2.5 تا 3 برابر آمار دولتی است. یعنی بیشتر از جان باختگان ایران در جنگ عراق. اون جنگ 195,000 کشته داشته، کشته ایرانی داشته. آمار واقعی کرونا یقیناً 100% از 195,000 بیشتر است. و این قابل پیشگیری بوده است. در ترکیه، در کشورهای خلیج فارس، حالا کشورهای دیگر رو نمیگم، 7 ماه ممانعت از واردات واکسن های آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی به ایران به بهانه های کاملا واهی و وعده های کارشناسی نشده و اغراق‌آمیز در مورد تولید واکسن داخلی که هنوز به تولید انبوه نرسیده است، به یک فاجعه انسانی شکل داده است. حقیقتاً مرده میبرند کوچه به کوچه. این شعری است که سال 56-57 یادتونه فرهاد مهراد میخوند. حالا باید این رو با این تصویرهایی که دارن از بیمارستان و قبرستانهایی که جای دفن مرده ندارن و توی مشهد رضوی کمبود تابوت است، چه کردند؟ خدا به خیر بگذراند. افغانستان مظلوم از جمله کابل در همین لحظاتی که با شما سخن میگویم به دست طالبان افتاده است. آیا طالبان تغییر کرده است؟ اکنون شاهد امارت اسلامی طالبان حنفی مذهب در افغانستان در کنار همتایانشان در حکومت اسلامی یک دست شیعه بنیادگرا در ایران هستیم. آیا وحشت زنان افغانستان بیوجه است؟ سخن بسیار است. به خدا پناه میبریم از حاکمیت جاهلان ظالم در هر دو دیار. ایام مصادف است با سالگرد شهادت سرور آزادگان جهان حسین بن علی علیه السلام. در کربلا، در محرم سال 61، امام حسین علیه السلام برای حفظ هسته سخت اسلام جان داد. دقیقاً ارتباط با بحث امروزم داره. اگر فرصت می‌کردم فقط در همین عنوان که رابطه حفظ هسته سخت اسلام با قیام سیدالشهدا چه بوده است، چند جمله می‌خوانم. الحمدلله شنوندگان من فهیمن، نیازی به تفسیر نداره، خودشون درک می‌کنن. تا بگی فه فرحزاد رو می‌فهمن. به این عبارات، 3 عبارت کلیدی در سخنان سالار شهیدان توجه کنید. اولی، نامه امام حسین علیه السلام به مردم بصره. این از تاریخ طبری نقل میکنم. انا ادعوکم الى کتاب الله و سنت نبیه صلوات الله علیه، فان السنه قد امیتت و ان البدعه قد احیت. من شما را به کتاب خدا و سنت پیامبرش فرا میخوانم، چرا که این گروه سنت پیامبر را از بین برده و بدعت را در دین احیا کردند. یعنی خلاصه قیام حسینی، کتاب و سنت، سنتی که مرده است قرار است احیا شود. حالا بیشتر توضیح میده. در پاسخ نامه بزرگان کوفه که همراه با ابن عم خود مسلم ابن عقیل برایشان فرستاد فرمود، نوشت: مل امام الا العامل بالکتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله. این رو شیخ مفید در ارشادش نقل کرده. امام و پیشوا تنها کسی است که به کتاب خدا عمل کند، عدل و داد را برپا دارد، دین حق را پذیرفته و خود را وقف راه خدا کند. اینا به زبان نیست، باید حس کنیم که حاکمان جامعه چنین می کنند. و
خطبه سوم در خطبه بسیار مشهوری در تحف العقول نقل شده می‌فرماید: اللهم انك تعلم انه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا في فضول الهتام ولكن لنرى المعالم من دينك ونظهر الاصلاح في بلادك ويعمل المظلومون من عبادك يعمل بفرائضك وسننك واحكامك. وقتی من اینا رو میخوندم میدیدم این خلاصه هسته سخت اسلامی که من دنبالشم. ببینید ترجمهش: خداوندا تو میدانی که آنچه از ما صورت گرفت به خاطر رقابت در امر زمامداری یا به چنگ آوردن ثروت و مال نبود. نه علی نه علی نه فرزندانش هرگز به دنبال قدرت دنیوی نبودند. دروغ میگویند آنها که پیامبر را اقتدارگرا خواندند، بلکه هدف ما آن است که نشانه های دین تو را آشکار کنیم. این معالم دین مثل این وقتی داری تو جاده راه میری، رانندگی میکنی، یه علائم راهنمای رانندگی معالم هستند، نشانه ها هستند. ائمه آمدند این معالم دین نشانه ها را به ما نشون بدن. این هسته سخت همین نشانه هاست. حسین ابن علی دید آقا جهت رو داشت، به جای که به شرق نشون دادن دارن به غرب میبرن، جهت دین رو عوض کردن، معیار دینداری رو تو جامعه عوض کردن. باید وقتی معیار رو دارن عوض میکنن، دارن هسته سخت رو لغو میکنن، عوض میکنن، باید جان داد تو هسته بماند. ما میخواهیم نشانهای دین تو را آشکار سازیم، اصلاح درستی در همه بلاد را برملا کنیم. این اصلاح بلاد در سر لوحه کار یک مسلمان است. وقتی میبینی 42 سال زمامداری کردی، مملکتت آب نداره. اردیبهشت 1399 رهبر جمهوری اسلامی، برید تو سایتش بخونید، میگه ما مسئله به نام آب نداریم. 1 سال و 4 ماه قبل، تو با کدوم دانش داری کشور را اداره میکنی؟ در مورد کرونا چه اظهار نظرهای غیر کارشناسی کردی؟ تا بندگان مظلومت آسوده باشند، بندگان مظلوم تو افغانستان، تو ایران با حکومت دینی آسودند و فرائض و سنت ها و احکامت مورد عمل قرار گیرد. فرائض احکام و سنت ها اون است که اول از همه مردم احساس امنیت کنند، احساس عدالت کنند، نه اینکه بگه صد رحمت به دادگستری قبل از انقلاب. السلام على الحسين الذين بذلوا مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهاله وحيره الضلاله. این در زیارت اربعین آمده. سلام بر حسین که جانش را در راه خدا داد تا بندگانت را از جهالت و حیرت گمراهی نجات دهد. آن احمق هایی که با وجود کرونا برمیداره سینه میزنه، دسته عزاداری تو مجلس سقفدار میگیره، اینها دشمنان امام حسین هم، نه دوستان امام حسین. اگر کسی اینها رو نهی نمی کند، الفبای دینش رو یاد نگرفته. در اسلام راز جان انسان ها از هر چیزی مهمتر است. این فتوای همه علمای اسلام از آغاز تا کنون است. اینکه ما جرأت نمی کنیم به خاطر مشتی مداح و نفه بیام این امور رو رسما ممنوع اعلام بکنیم و عمل بکنیم و پلیس رو موظف بکنیم با این امور مقابله بکنن. امروز 628 کشته رسمی معناش چیه؟ تو همین عاشورا و تاسوعا این رو بیشتر بکنیم؟ این هنر است؟ این دینداری است؟ السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.